سلام و خسته نباشین. سیومین جلسه ما از سیستم عامل لینکس و ما هم شوفا حسنی. در بحثی که در طول جلسات قبلی داشتیم، ما شما روی مدیریت صورت حساب یا مو یوزر اکاونت برش میگیم و روی مدیریت گروپ ها بس کردیم. آخرین کار ما با گروپ بود که چطور ما میتونیم که گروپ را با استفاده از کماند وی آی جی آر هم ادیت کنیم و ای تی سی جی شد دو بود که در اونجا گفتیم تمام جزئیات گروپ ها وجود داره. آخرین موضوع ما از بحث مدیریت گروپ و یوزرها عیارسازی فایل بنام ای تی سی سودوورس است. البته ای تی سی سودوورس از جمله فایل های عیارسازی سیستم هستند و از این فایل به خاطر تعیین صلاحیت برای یوزرها و برای گروپ ها استفاده میکنیم. به این معنا که یوزرهایی را که ما میسازیم بغیر از یوزر روت و یوزر امو ادمین یا یوزر استاندارد هم باش میشه بگم، زمانی که در جریان نصب لینکس ما یوزر را که میسازیم، صلاحیت این دو یوزر ما فرق میکنه. دیگه یوزرهایی را که ما در حالت نرمال مثلا در جلسات قبلی که ما ساختم یوزر A, B, C لی، اینا یوزرهایی هستند که صلاحیت بسیار محدود دارن. با استفاده از همچنان گروپ هایشان، یعنی امو صلاحیت را که یک یوزر داره، گروپ شان امو صلاحیت را داره. با استفاده از فایل etc sudoers ما این حق را دارم که اینمی یک یوزر نرمالی که ما به نام ABC ساختیم اونمو را برای صلاحیت روت را بدم یا صلاحیتش را محدود کنم که این یوزر ما این کارها را کرده بتونه و این کارها را کرده نتونه، یا فول صلاحیت بدم یا هم از یوزرهای دیگه صلاحیتاش را کم کنم بگیرم که این کارهای خود را انجام داده نتونه. به هر حالش etc sudoers فایل است که امو صلاحیت هر یوزر و هر گروپ را تعیین میکنه. اگر برای گروپ ما در این فایل صلاحیت تعیین کنیم، به این معناست که هر یوزر را که شامل از امو گروپ میسازیم، اون یوزر چی میشه؟ امو صلاحیت را میگیره. اما اگر باز طاقه و یک یک دانه بخوایم روی یوزر ها تطبیق کنیم، باز میشه که روی یوزر تطبیق کنیم. در اینجا هم گفتن برای تعیین کردن صلاحیت های مختلف به استفاده کنندگان و گروپ از این فایل استفاده می شود. بله، در حالت عادی حساب کاربرهایی را که ایجاد می کنید دارای صلاحیت های محدود بوده و نمی تواند وظایف مربوط به استفاده کننده روت را انجام دهد و یا از دستور سودو استفاده کند. دستور سودو را هم گفته بودیم که فقط یوزر استفاده می تواند که در گروپ سودو باشه یا که در گروپ روت اضافه شده باشه. با عیارسازی این فایل شما می توانید به هر استفاده کننده و گروپ مطابق نیاز آن صلاحیت تعیین کنید. چیزی که من قبلا براتون گفتم که وظیفه فایل تعیین صلاحیت ها است. حتی می توانید به یک استفاده کننده عادی تمام صلاحیت های روت را واگذار کنید. به این دلیل برای حفظ و امنیت سیستم در عیارسازی این فایل باید دقت کامل کار گرفته شود. اما گفت که ما براتون گفتم که ما یک یوزر بیخی عادی و نرمال را میتونیم که با صلاحیت روت در اینجا تعیین کنیم باشه. اما گفته دقت کنیم که برای هر کس مطابق ابو پوزیشن و بست و صلاحیت خودش برش اجازه بدیم که چی کارها را در سیستم انجام داده بتونم. بیاییم بریم یک بار اول از فایل دیدن کنیم چی است، از کدام قسمت ها ساخته شده، بعد چطور عیارسازی میشن. خب ترمینال ما باز است. اول یک بار محتویات فایل میبینیم. کات etc etc sudoers. این هم فایل etc sudoers است و خب در این فایل محتویات زیاد است. ما شما جایی که باش کار دارید این قسمت است،
User privilege specification و بخش گروپ از سطر دومش. ما در این دو بخش، در بخش یوزر در اینجا میتونیم که برای یوزرها صلاحیت تعیین کنیم و در اینجا میتونیم برای گروپ صلاحیت تعیین کنیم. اگر شما اینجا را دقیق ببینید، در بخش user privilege و allow members of group و غیره و غیره یک ساختار وجود داره، یک سطر وجود داره. ما اول باید با این سطر آشنا شویم که چی معنا میده، بعدش هم باز میبینیم. ساختار هر دوش یکی است، یکی را تشریح کردیم با فرقی که در user مستقیم نام است، در گروپ نام گروپ با استفاده از علامه فیصدی شروع میشه. اول از روت. روت در اینجا چی نشان میده؟ روت عبارت از یوزر است. با این ازی میتونه که روت علی باشه، احمد باشه، عزیز باشه، آرزو باشه، هر کسی بود. نام یوزر است. بعد از میریم به قسمت بعدی سطر آل. آل اول گفته که یوزر لیست است، بعد از او هاست لیست، ایده برش هاست لیست هم میگم که اینمی یوزر از کدام آی پی آدرس یا از کدام کامپیوتر بتونه داخل سیستم شود. آل اول ما به این معنی است. اگر من آل میگیرم، انتر آل نوشته کنم، به این معنی که در داخل شبکه ما برای زی یوزر اجازه دادم که از هر آی پی آدرس و هر کامپیوتر داخل سیستم ما لاگین شود. اما اگر من مشخص کنم، بگم نه از آل نه، مثلا از آی پی آدرس از کامپیوتر دو داخل سیستم شده، اگرام که مارکر ماست، مثلا بگم از آی پی آدرس 192.168.0.1 این فکر که یک کامپیوتر باشه، آل نمیگم، میگم از این آی پی آدرس داخل سیستم شده. باز من این رو به عوض چی نوشته میکنم؟ به عوض آل. آل نوشته نمیکنم، در اینجا آی پی آدرس نوشته میکنم. خب آل اول از کدام ماشین، ماشین منظور من کامپیوتر است، از کدام کامپیوتر یک یوزر بتونه که داخل سیستم لاگین شه. بعدش مساوی و داخل قوس شما میبینید دو دانه آل دیگه است. این رو میتونین یک هم نوشته کنین به این شکل، به این شکل یک آل هم نوشته میشه و در استرکچر دو آل آمده، هر دوش یکی است. آل دوم گفته به نام runs list یاد میکنه. آل اول ما بود host list، آل دوم ماست runs list. runs list گفته در اینجا مشخص میشود که استفاده کننده یا گروپ حق اجرا کردن کدام دستورها را به اساس اجازه کدام استفاده کننده و گروپ دارد. به شکل پیش فرض استفاده کننده root است و آل به معنی root است. آل دوم به معنی یوزر root است، چون امو معلوم است دیگه که صلاحیت را برای یک نفر روت میده. در آل دوم این مشخص میکنه که اینمی یوزر که از داخل هر ماشین یا هر کامپیوتر داخل سیستم شده میتونه کدام کارها را انجام بده، با اجازه کی داخل سیستم شده. و آل سیوم ما، آل سیوم را گفته به نام کماند لیست یاد میکنه، لیست کماند ها. آل یوزر که از تمام کامپیوترها داخل سیستم شده میتونه اجازه یوزر روت را داره کدام کارها را انجام داده بتونه. اگر ما در اینجا آل میگیرم، به این معنی که همه کارها، اگر ما مشخصا یک کماند امو پت یا آدرس شناخته میکنم، میگم اینی کار را. اگر ما باز فرق میکنه دیگه، در مثالای بعدی میبینیم، مثلا میشه که دو سه کماند را برش اجازه بدم، مثلا یک کماند را بند کنم، بگم اینی کماند را کار نکنه، دیگه همه کارها را انجام داده بود. این ساختار است در بخش یوزر. خب یک مثال کار شده. مثال بعدا میبینیم و اگر بخش گروپ شان ببینیم، در گروپ هم این ساختار وجود داره. فیصدی ادمن آل آل آل
یا گروه سود و ارز آل آل این پایینش این سطر سوم مربوطه گروه سود و ارز میشم. فیصدی فقط یک فرق داره، اگر ما گروه ها را صلاحیت میتیم باز چی کار میکنیم؟ در اول علامه فیصدی رو میتیم. ادمن نام گروه ماست، میتونه نتورک احمد محمود هر چی باشه. آل اول این گروه اعضایش از کدام کامپیوتر داخل سیستم شده بتانند. اگر آل گرفتیم به این معنا که از تمام کامپیوترها، اگر باز آی پی آدرس مشخص کردیم باز مشخص است که از این کامپیوتر. آل داخل قوس به اساس اجازه کی برشی صلاحیت را میتونه کی کار کنه. روت اگر آل نوشته کردیم به این معنا که یوزر روت اجازه را برش داده. و آل سوم به معنی اجرای کمند ها هستند، بازم که می اعضای از می گروپ داخل سیستم که میشن چی کارها را باید انجام داده بتانن. امید که این استرکچری که در ساختار از این فایل است را فهمیده باشین. میریم از اینجا میبریم چون کات کرده بودیم محتویات را ادیت نکرده بودیم. میریم برای ادیت کردنش، اما پیش از ادیت کردن ما یک یوزر نرمال باید بسازیم، صلاحیت او یوزر را چک کنیم، ببینیم که او چی کار کرده میتونه، بعدش باز برش صلاحیت بدیم و بعد بازم تست کنیم که این بار برش صلاحیت تعیین کردیم چی کرده میتونه. اوکی، سودو یوزر ات منام حمید نوشتم میکردم حمید. اوکی، یک یوزر به نام حمید ساختیم، یک یوزر نرمال است و میریم داخل یوزر حمید که حمید چی کار است. اسیو بیاین یک پسورد هم باش بتیم سودو پس دبلیو دی حمید یک دو سه پسوردش اپدیت شد. حال ما میانم داخل ازی سیو ماینز حمید از ما پسوردش میخواه 1 2 3. خب داخل یوزر حمید شدم. یوزر حمید میخواه که یک کار را انجام بده. مثلا یوزر حمید میخواه که یک یوزر بسازه. صلاحیت شد چک میکنیم که این صلاحیت را داره یا نه. میگه سودو یوزر اد به نام ای پسورد حمید 1 2 و 3. چی میگه؟ حمید is not in the sudoers file. حمید میگه در فایل sudoers نیست. صلاحیت از او پایین است از اینکه او بتانه کارهایی که مربوط روت میشه انجام بده. یا مثلا حمید برو بگه cut etc shadow. بازم میگه پرمیژن ندارم. در درس‌های قبلی اگر ما پرمیژن نمی‌داشتیم در یوزر عبدالله می‌رفتیم سودو رو کار می‌گرفتیم، نه؟ وقتی برای می پیام رو می‌داد من می‌شتم از سودو کار می‌شتم. حال می‌ام سودو در یوزر حمید هستم. چی کار کنم؟ کت می‌خوایم محتویات فایل etc shadow که از فایل‌های سیستم است ببینم. میگه پسورد هم 1 2 3. باز چی میگه؟ میگه فایل sudoers نیست. میگه نداره این صلاحیت را. خیلی چی کار کرده میتونه؟ الیس شاید بتونه، آیلس میتونه، امکا، دی آی آر، ای cannot create directory، حتی directory ساخته نمیتونه. اگر برش بگم sudo، خب معلوم است که از sudo دیگه کار گرفته نمیتونه. پس صلاحیت های این را ما تست کردیم، از این میگذاریم و حال ما میرم در مثال بعدی برای امی یوزر حمیده اولین کار برش صلاحیت آل را میتونم هم برای خودش و هم برای گروپش. گروپش هم یک بار چک میکنیم. به نام امی یوزر باید یک گروپ هم ساخته شده باشد. تایل سپیس ماینز 1 etc what etc گروپ یک یوزر به این نام داریم و یک گروپ. و برای کار بعدی ما میریم در داخل etc sudoers با استفاده از کمند sudo sudoers و در داخل sudoers ما یوزر حمیده را اجازه آل میتونم او دیگه بتونه که یوزر ایجاد کنه دایرکتوری و غیره و غیره کارها.
یک چطور را عیارسازی میکنیم میره روی جلسه بعدی انشاءالله که بحث خواهد کردیم. تشکر.